از دویم تا ششمی اکتبر سال روان در پایتخت میهن شهر دوشنبه برای اولین بار چمپیونات جهان اوید با جودو بین جوانان تا 21 ساله برگزار میگردد. ورودی مهمانان و ورزشکاران زیاد از 60 کشور 5 قطعه دنیا به دوشنبه شهر عزیز جریان دارد. از جمله نیمه دویم روز سپری شده هیئت عبارت از 30 نفره دسته فدراسیون بین المللی جودو از زیمه پایتخت گردید. ورزشکاران و دیگر مهمانان را در فرودگاه بین المللی نمایندگان فدراسیون جودو کشور صمیمانه استقبال گرفتند. باید قید کرد که در قهرمانی جهان جودو ورزشکاران بی‌طرف در همه وزن‌ها برای صاحب شدن زینه‌های افتخاری مبارزه خواهند برد. ضمن پیشواز ما هیئت تکنیکی و ایجادی تلویزیون ورزش امکان پیدا کردیم تا با یک قطار از ورزشکاران و دیگر مهمانان هم صحبت شویم. Я думаю, что это очень конкурентоспособный первенство мира будет, и очень хотелось бы проявить себя. И на самом деле ждем организации на высшем уровне, и думаю, что они оправдают свою надежду. Подготовка была очень плодотворная, очень длинная. Я думаю, что мы очень хорошо поработали. Команда готова на 100%, готова завоевывать медали. Прошли сбор в Сочи, никто не травмировался и так далее. В целом, в хорошем настроении, хорошо добрались, готовы бороться, побеждать. Я лично первый раз в Таджикистане, ребята уже были, но я еще не посмотрел город, пока все достойно, прошли хорошо, аэропорт, посадка, документация, это все, багаж получили. Первое впечатление хорошее. لازم به یادآور است که همه ورزشکاران و مهمانان چمپیونات جهان اوید با جودو بین جوانان تا 21 ساله در مهمانخانه های پایتخت و آسایشگاه شاهنبری واقع در شهر حصار جایگیر کرده شده، برای آنها شرایط خوبی بود و باش فراهم آورده شده است. مورد به یادآور است که تاکنون برای اشتراک در چمپیونات جهان اوید با جودو بین جوانان 539 ورزشکار، 292 مرد و 247 بانو از 67 دولت ثبت نام گردیدند. رقابت ها در 14 وزن، 7 وزن بین مردان و 7 وزن میان بانوان صورت میگیرد. Ну, нашу подготовку, конечно, покажет соревнование, как мы готовы. И надеюсь, что будет все хорошо, потому что мы хорошо готовы. Вот. И я сама первый раз в Душанбе. Для меня тоже это страна как бы открытие. Посмотрим. И мне рассказывали, что здесь очень теплые люди, хорошо принимают. Посмотрим. Татами покажет все. Я в Душанбе уже третий раз, здесь действительно хорошо принимают. Мы привезли сильную команду и надеемся, что у нас будет достаточное количество медалей. تشریف مهمانان فخری و مربیان و جودوکاران جوان 67 دولت اشتراکچی به مکان برگزاری چمپیونات جهان پایتخت تاجیکستان ادامه دارد. صبح امروز بیش از 150 نفر توسط خط‌سیرهای گوناگون عظیم شهر دوشنبه گردیدند. در فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه مراسم استقبال از مهمانان راه‌اندازی شدند. همزمان یک قطار متخصصان و کارشناسان سطح بلندی جودو از جمله دیکتوری ورزشی فدراسیون بین المللی جودو ولادیمیر بارتا و راهبر داوران فدراسیون مذکور دانیل لاسکاو نیز برای اشتراک در چمپیونات جهان جودو بین ورزشکاران تا 21 ساله به دوشنبه تشریف آوردند. دو گراند سلام و گراند پری که در تاجیکستان شد خیلی هم حیرت‌آور بودم و من که امروز در اینجا هستم میخوام باز این مسابقه بین جوانان را شروع کنم و تاجیکستان در تاجیکستان بسیار هم مسابقه ها حیرت‌آور و افسانه‌ای میگذارند و باوری دارم که این مسابقه نیز به طور افسانه‌ای و حیرت‌آور خواهد بود. من میخوام که یک چیز رو اضافه کنم که از همه از بین بسیاری جمعه و دولت هایی که این مسابقه رو میگذارونن بهترین است در تاجیکستان بود و باوری دارم که این مسابقه نیز بهترین خواهد بود. از همه حیرت آور برای من این است که مردم تاجیک بسیار هم مهمان نوازند و حیرت آورش اون است میدونید که ساعت 2:30 است اما شما مرا انتظار هستید. بسیار هم خوشحالم از این. همزمان تمام گروه داوران، هیئت مربیان و منتخب های جودوی جوانان کشورهای پولشا، فرانسه، یونان،
ایتالیا، رومینیا، بلغارستان، ترکمنستان، عربستان سعودی، جمهوری مردمی چین و برزیلیا و مکانی برگزاری چورابینی تشریف آورده در مهمانخانه های پایتخت و آسایشگاه شوهنبری جایگیر شده بهترین شرایط ها برای مهمانان فراهم آورده شده است. قابل ذکر است که منتخب کشورهای برزیلیا و فرانسه با هیئت کامل و چمپیونات جهان آمدند که در هیئتشان 18 جوداکار جوان جلب شده است. وقتی که من در تاجیکستان بودم در تابستان مسابقه من بسیار چیزها رو دیدم که در اینجا به طور چطور گویم خیلی هم خریدوار بود و همین طور در تاجیکستان جدا روز از روز رونق می آورد و این بهترین از مسابقات های جهانی خواهد بود. تاجیکستان مملکتی است که بسیار ورزش دوست دار است، همچنین جودو را دوست می‌دارد و این برای همین این به این سبب شده است که هم جودوکاران و همچنین داوران در اینجا می‌بینند. چمپیونات جهان اوید با جودو بین جوانان از 2 تا 6 اکتبر برگزار می‌گردد که باری اول مرحله مقدماتی و فینالی این چورابینی سطح بلند توسط استودیای سیار ثبت شده و طور مستقیم پیشنهاد کشورهای گوناگون جهان کرده می شود. برگزاری چنین مسابقه های سطح جهانی برای معرفی تاجیکستان در عرصه بین المللی نقشی مهم گذاشته برای تقویت و رشد و انکشاف جودو تاجیک نیز فال نیک خواهد داشت. سال گذشته ما در هیئت شخصی 3 نفر مدال طلا رو گرفتند و در نوع دستوی باشد یک مدال طلا گرفتیم و امسال می خواهیم که عددی چنین جایزه ها رو زیاد کنیم، بیشتر کنیم و همینطور ما در اینجا هم توکی غلبه کنیم. جودو در تاجیکستان خیلی هم روش یافته است و جودوکاران تاجیک بسیار هم باقوار نمیشن و همینطور جودو روز از روز در تاجیکستان روش کرده است. Thank you very much. همزمان گفتند به موارد است که در یک سال تشکیل و راه اندازی 2 مسابقه سطح جهانی جودو گرند اسلم دوشنبه و چمپیونات جهانی جوانان گواهی آن است که فدراسیون بین المللی جودو و فدراسیون جودوی تاجیکستان همکاری های خوب را به راه مانده، اعتماد و باوری نسبت تاجیکستان در تشکیل چنین سبقت های سطح بلند روز تا روز بیشتر می‌گردد. همزمان محبت و وفاداری مخلصان بشمار تاجیک مسئولین و ورزشگران جهان را وادار میکند که در هر یک مسابقه برای آمدن به تاجیکستان هوسمندی ظاهر نموده این فرهنگ و عنعنه را و همزمان منظره زیبا را از نزدیک ببینند.